1, 2, 3, 4. 14. 14. 14. We're going to go 14. M Show 15. Welcome to M Show. بینندگان عزیز، من ویدئویی رو می‌خوام تقدیمتون بکنیم که بعضی‌ها دیدن، خیلی کم دیدن ولی خیلی‌ها ندیدن. ولی چند تا نکته مهم توشه. یکی اینکه دورویی رو تا چه حد، یعنی دوروترین آدم جهان رو می‌خوام به شما معرفی کنیم. لطفاً به سه کلمه‌ای که در این ویدیو گفته میشه دقت کنید. یک، اولش میگه بله. بعد دقت کنید به اینکه وسطش میگه هم هست. اینش یعنی نکته مهمیه. آخرش خیلی جالبه، غلظت جدن خیلی کمدیه. یعنی شما وقتی جدن میشنوی جدن میفهمی که جدن کی داره دروغ میگه و جدن کی دروغه. با هم نگاه میکنیم به دورو. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شما دارین سوغاتی میخری؟ بله. به نظر شما ارزش داره آدم وقتش رو تو این شهر صرف سوغاتی خریدن کنه؟ همه چیز الحمدلله در ایران هست و ارزونتر از هم هست. اینجا وسایل خیلی گران هست و ضمانت هم ندارد و به حجاج محترم ایران توصیه می شود که از پرسه زدن در بازارهای عربستان سعودی جدا خودداری کنند. جدا خودداری کنید. حسینی بیا انشاتو بخون. به اسم تعالی و بار تعالی. علیک سلام. سلام علیکم و سبحان ربی. به اسم تعالی و بار تعالی. خرشناسی پدرم میگه که خر همه جا خره. خر خارجی داخلی نداریم. خر خره، خر چه خارج باشه چه داخل باشه، خر اگه باشه خره دیگه، هیچ فرق نمیکنه. پدرم میگفت حتی اگر خر به دانشگاه هم بره باز هم خره. اگه خر دانشگاه هم میره، بله بله. پدرم میگه بار بخوره میره، بار نخوره نمیره. ولی اینقدر ما خر داریم بار میخوره میره دانشگاه، با خالی میکنه بار برمیگره، ولی باز هم به سوادش اضافه نمیشه. پدرم میگه بخون حالا بخون. پدرم میگه که خر هر چی بهش کتاب اضافه کنی به خریتش اضافه نمیشه. شما هی مولوی رو بذار رو خر. پدرم میگه خیلی حرف، نیچه رو بذار رو خر، خر نمیفهمه که. شما هی جغرافیا، کتاب تاریخ، روانشناسی بذار رو خر، به خر اضافه نمیشه، فقط بارش سنگین تر میشه، حتی اگه هی سخنرانی کنه خر. فهمید چی شد که مولوی میگه رقص چطور آواز خر؟ خیلی بخش آواز خر رقص چطور، خیلی داستان خر. پدرم میگه که همین خرها از اول ابتدا از قبرس بودن، یعنی خر تکنولوژی اتومبیل رانی در قبرس بوده، ماشین سازی خر صادر میکنه به جهان. و الان اتومبیل اینا را ماشین سازی رفته آلمان بنز میزنه، اما پدرم میگه بنز کجا، خر کجا؟ یعنی چی؟ یعنی شما همین خر میره یه بار برو خونه خالت با خر، خر دیگه خونه خاله رو بلده. بنز حالا 100 دفعه برو توی مسیر اداره بیا ولکم بنز رو نمیره که، هی باید بگیری 3 ساعت اینور ورش کنی، بازم یعنی بنز به اندازه خر هم نمیفهمه. پدرم میگه احسنت، ببخشید من سرما خوردم، از ماشین اومدیم اینجا خیلی با پیاده اومدیم با خر اومدیم سرما خوردیم، ببخشید. پدرم میگه که شما نگاه نکنید به مغز خر که زیاد خوب نیست. درستی که خر مغزش خوب نیست ولی خوب دینگلوی داره. پدرم میگه بی ادب نشو دیگه، نه علمیه، شما اجازه بدید من بگم. پدرم میگه که نگاه کن هر کی که مغزش کمتره دینگلوش بهتره. شما اگه توجه کنید تو مسئولی، همین احمد خاتمی ببین چه دینگلویی داره، یعنی اصلا معلومه که این آدم، مثلا پدرم میگه از دور که نگاهش میکنی این به خاطر اینکه مغز هرچی بالاتره بهتر میفهمی، دینگلو کمتره، رابطه مستقیم داره به مجذور زاویه داخلی و زاویه حادی مماس بر وتر. پدرم میگه که رابطه خر، مغزش و دینگلوش. الان ساعت انشاس ریاضی که نیست. بله بله، ادامه بده. بله خواهش. پدرم میگه که ما اگر خر از ادبیات فارسی حذف کنیم نصف ادبیات رفته رو هوا.
چرا؟ به خاطر اینکه ما همین خر خیلی کمک به ادبیات ما کرده. مثلا شما میگی خر بیاد باقلی بار کن، خر من از کرگی دوم نداشت، خر فهم شدی؟ خرت به چنده؟ کر خر مثلا خطا من داری صحبت. نه ببخشید، اینجا داره میگه که اینجا دارم میگم اینا رو. اصلا ما اگه خر از ادبیات هست یه صدات رفته هیچ فایده، مثلا خر خودتی بعد، یا مثلا خیلی چیزهای دیگه، خر تو خره، خر تو خره، مثلا میگه مجلس ایران مثلا خر، منظورش اینه که جاهای بعضی جاهایی هستی ایران که سیاسی نباشه خر تو خره دیگه، بی ادبی میشکنی. خواهش میکنم. به هر حال من به نظر من ما باید خیلی دقت کنیم که خر خوب بشناسیم. خر موجودی بسیار فهیم دانشمنده و خر انگاف خودش میفهمه، اما ما فکر میکنیم که خر خره، ولی خر خر نیست. و این بود انشای خرشناسی. خرت کو؟ دمی داره بودو برو دیگه پیدات نشه. خال چشم. با این انشایی که خوندی ببخش. یه برای ببینید من هستم، من دوست هستم، من اینجا ببین اینجا میام تو. شب بخیر ایران. آلبرت اینشتین میگه اگر یه جسمی با سرعت نور حرکت کنه عمر زمان تو ثابت میشه. اگه خدا وجود داره که خیلی گنده است، اون کسی که بهش اعتقاد نداره فضولیش به من تو نیومده، اون خود خدا باید با ایشون صحبت کنه. هی نماز بخونی عوض نمیشی. تفاوت شریعت و طریقت تو یه خط حل، اون بیرون میگرده این تو، اون حق فضولی تو کاره طریقتو نداره. مادر و پدر که خدای منن به من میگن اخرجو من از جنت، از این شکم مادر بیا بیرون. خانم آقا شما موظفی فقط به بچت فهمیت بدی، شعوریت بدی، دروغ نگو. تو به بچت قرار نیست ماشین بدی، خونه بدی، اون خودش در میاره. شب بخیر ایران. شما مغزتون اینجا به پایین، اینجا بالا مغز ندارین شما. من به بهشت اعتقاد ندارم، من به بهشت مولوی اعتقاد دارم. اگر بهشتی در قرآن اومده، در انجیل اومده، در تورات اومده، تفسیرش مثل اون تفسیری که من توضیح میدم، نه این تفسیری که تو داری. یه فیلم سکسیه، صحنه داره، همه دارن یه کاری با هم میکنن، خدا هم بیکاره، خدا آفریده همه با هم یه کاری اونجا بکنن، یعنی خدا کاباره با کرده لاس وگاسه. من خدایی وجود داشته باشه بهش میگم منو میخوای ببری تو بهش، منو عاشق کن. شب بخیر ایران. میریم به سراغ سرخط خبرها. هاشمی رفسنجانی: ما باید روابطمان را با دنیا تنش زدایی و تلطیف کنیم. جنتی: گرانی دست خداست. آیه جنتی: دامت حفاظت و قربون اون شکل ماهد برم عزیزم. چرا هرچی چرت پرت و گندکاری میشه میشه دست خدا؟ به جون خودم دیگه. این مثل چیزای چهار فصل، الان تهران چهار فصله، دست شماست. بعد این کجا دست خداست؟ خدا ید الله فوق ایدی هم، یعنی دست شما با دست دوزار رو دست همدیگه است، دست خدا رو دست شماست. شوخی نکنید. معاون اول احمدی نژاد مرتضوی میماند، معاون چهارم مرتضوی میرود، قاضی دادگستری مرتضوی خواهد ماند، از اون طرف مرتضوی شاید بماند. این مرتضوی میرود میماند، نمیدونی ما هیچ کی نفهمیده. مرتضوی میرود، مرتضوی آخرام میفهمی مرتضوی خودش داره تصمیم میگیره که بماند یا برود. روزنامه کیهان: ایرانی های روبوده شده در دمشق زائر بودند. بعد ارتش آزاد گرفته اینا رو، گفته که کجا میرین؟ گفته که ما داریم میریم حرم امام رضا، گم شدیم. گفته آقا حرم رضا، امام رضا اونوره ها. گفته بله، ولی ما گفتیم بیایم قبلش پیش مردم نارضا در دمشق، بعد این 4-5 رو میکشیم، بعد میریم امام رضا توبه میکنیم. بعد همه با هم میخونن: پرسال با هم دست جمعی رفته بودیم زیارت. کاشته من 48 نفر مرد توی یه اتوبوس میرن زیارت. بعد اون چی اگه 48 مرد میرن زیارت، بعد این بیت عباس قادری اشتباس دیگه که میگه که حالا میگفت برو یه دختره خوشگله ما محبت. قربونتون برم، ما رو گرفتین، خودتون رو گرفتین، ارتش آزاد دمشق رو گرفتین، اسد رو ما گرفتیم، شما ما رو گرفتین. اطلاعات و
وزیر کشاورزی با طرح اجرای خود اتکایی 75 هزار تن گوشت مرغ و گوسفند تولید میکنه. خود اتکایی می یعنی چی؟ یعنی خودمون تخم میذاریم، خودمون میشینیم رو تخم، بچهش در میاد. اگه گوسفند بخوایم تولید کنیم، خود اتکایی یعنی به خودمون اتکا داریم دیگه. خودمون علف میخوریم، خودمون میگیم به گرفتن ما رو. بابا این همه میلیارد دلار پول، یعنی شما فکر نمیتونید شما مرغو بیارین پایین قیمتشو؟ میشه. ولی خب الان خبر داغ مرغه. یک تن از دراویش گنابادی در بندرعباس بازداشت شد و بازداشت کسرا نوری برای سومین بار تمدید شد. سه بار تمدید شد. 19 تن از اعراب اهل سنت دستگیر شدند. 5 شهروند بهایی در یزد بازداشت شدند. بنی صدر، مردم با رفتن به پای صندوق‌های رأی احتمال حمله نظامی را افزایش می‌دهند. رضا پهلوی، با اتحاد و آشتی ملی می‌توان هزینه تغییر رژیم را کاهش داد. اطلاعیه حزب کمونیست کارگری، جمهوری اسلامی ده‌ها فعال کارگری را بازداشت کرد. فتحی، عسکری، ریحانه انصاری فعالین کارگری هستن که دستگیر شدن. وضعیت ابوالفضل عابدینی در زندان وین در بند 350 بسیار وخیم است. عاقبت بدفرجام مجری معروف تلویزیون. حسینی در آغوش ضد انقلاب. خبرهایی که در بیش از 300 سایت معتبر، نیمچه معتبر و نامعتبر جمهوری اسلامی اعلام کردن که بنده در آغوش و یعنی آغوش در بغل ضد انقلاب هستم و یا اونا در آغوش من یا من در آغوش اونم. تصاویری که الان مشاهده میکنید اسامیشون نوشته شده. دو بزرگوار هستن، یکیشون کنگرسمن داناست و یکی از اون بزرگوارهای دیگه هم در اصل میشه گفتش که رئیس رسانه‌های یعنی مدیاهایی است که در آمریکا هستن که وایس آف آمریکا هم به نوعی زیر مجموعه ایشون بوده. حالا تایتلشون هست و شما میتونید سرچ کنید. اما نکته‌ای که توش اینجا هست این که گفتن که این بزرگواران جزو سازمان‌های مخوف و نه ما کاری سازمان مخوف نیستن. این بزرگواران آدمای بسیار مهمی هستن و ما یه نشست خیلی جزئی داشتیم برای که یه سری با هم صحبتایی کردیم که و قراره که بعداً خدمت شما بگیم. اما چند تا نکته توی این قضیه هست. یکی این که 350 تا سایت این مطلب رو زده. یکیش که تابناکه حدود 103 هزار تا بازدید داشته. من با تمام گروه‌های و اپوزیسیون‌های خارج از کشور عکس دارم، برای همه‌شون هم احترام قائلم. عضو هیچ گروهی نیستم، یعنی عضو هیچ گروه سیاسی بنده نیستم، ولی با همه‌شون عکس دارم. ولی این عکسی که دادیم بیرون مال 11 ماه پیش بود. یعنی شما 11 ماه از من عقبین. عکسای جدید هنوز بیرون ندادیم. عکسای صحنه دار، فیلمای صحنه دار هنوز بیرون ندادیم. خیلی عقبید. و شما مطمئن باشید که امشو یک برنامه یک مغازه دونبشه که عرضم حضور شما که برای نجات از امشو و این مطالب شما یه راه بیشتر این که شجره رو بخرید یا برنامه که بتونم به من روز اول اومدم اینجا بهش گفتم آقا منو نفروشی منو سانسور نکنی. گفت باشه. و شما هم نمیتونین بخرینش چون اگه قرار بود اینو بخرین قبلا خریده بودین. بینندگان عزیز من ویدئویی تقدیم شما میشه مثبت 18 است. وقتی من میزنم مثبت 18 بالای صفحه یعنی که زیر 18 سال نمیتونم ببینم. آقا والدین چی؟ آیا والدین این مسئله در رو موش گرفتن مثل بوسیدنه؟ نه، اینجا یه فرق میکنه. ما به مادر عزیز میگیم دختر خانومتون و آقا پسرتون و مادر عزیز ببوسید، نازش بکنید، نوازشش بکنید، دستاشو تو دستتون بگیرید، سر اون رو بگیرید، روشونتون بذارید،
حتی این قسمت بالای شونه‌هاشو میتونید حالا بگیرید تو دستتون و بیارید. اما تا قبل از 7 سالگی میتونید فرزندتون و مادر عزیز در آغوش هم بگیرید، تا قبل از 7 آقا پسرتون رو. چرا؟ چون غرایز جنسی هنوز در او بروز نداره، مگر اینکه آقا پسر از اون تیپی باشه که عرض کردم اختلال هورمونی داره، اونو صلاح نمیدونیم، اونو حتی 4 سال هم صلاح نمیدونیم چون تشدید میکنه اون مسئله رو. ولی اگه نه اون اختلال هورمونی رو نداره، مادر عزیز میتونن تا 7 سالگی که یعنی 6 سالگی که بچهشون آقا پسرشون وارد دوره آموزشگاهی میشه در آغوش هم بگیرن. آقای حسین دهنویه عزیزم، زیر 7 سال نمیتونه بر مشکل. شما چون به ننت نظر داشتی از 7 سالگی، فکر مونی همه ماها به ننمون نظر داشتیم. آخه عزیز من در 60 سالگی هم به ننه شما نظر ندارم بعد در آغوشش بگیرم. ببخشید چون شما شوخی ننه ای کردید، داری با تمام ملت ایران، ننه همه ملت ایران داری شوخی میکنی. روحانیت واقعی باید تبعید چه و اعدام، اون وقت این گاگول، این شاسکول باید بره رو آنتن حرف بزنه. متاسفم برات، واقعا متاسفم برای اول برای خودم متاسفم که مثلا اینو تونستم پخش کنم تو امشب، اصلا روم نمیشد پخش کنم. متشکرم حسین دهنویه، متشکرم بجونت. شب بخیر ایران. هر ایرانی یک اپوزیسیون یعنی چی؟ یه ها میبینید وسط بهش یه سری آدم دارن میرن مایکل جکسون و ایکس و ایگرگ ها وارد بهش میشن، بعد از خدا سوال میکنیم آقا اینا بر چه اساس وارد میشن؟ میگه بر اساس عدد اتمی. شب بخیر ایران. من میگم آقای دیندارا حرفای نیچرم گوش کنید، اشکال نداره، چون دو بار شراب خورده بعد اعدام شه. تأسفم که آدم های باسواد سکوت کردن. شب بخیر ایران. ما ایرانی ها 5000 سال هی گرگ میکشیم، شهرسازی دموکراسیمون رو درست کنیم، اون وقت ببینم کسی گرگی میاد بشه رئیسمون. نمیشه. اپوزیسیون های خارج از کشور میخوان مخرج کسر همدیگه رو شبیه کنن. شب بخیر ایران. یه مخرج مشترک بگیریم، یعنی 10 فرمان موسا بدیم بیرون، بگیم آقا همه ما به این 10 فرمان احترام میذاریم. من اونجا خاطرخواهی نکردم، اینجا هم نمیکنم. میگه ای به کسان من گرو احسان خویش، دیگه فرو بر به گریبان خویش. یعنی تو خودت اپوزیسیون خودتی. شب بخیر ایران. غزلیات حسینی. ما گوش به فرمان ستمگر نکنیم، با نام خدا غلام قنبر نکنیم، در سایه دین مخفی و پنهان نشویم، رو به شهوات پشت به سنگر نکنیم، در حال رکوع و سجده طولانی تصویر زنی لخت مصور نکنیم، از آخر سلطان نخوریم مال حرام، نشخوار ز توبره پیمبر نکنیم، هر چند ز راه راست ما منحرفیم، این خط کج ستم مدور نکنیم، چون جنتی و خاتمی و مصباحان تزویر و ریا به روی منبر نکنیم، دانیم که بوی ما ز نادانی ماست، نفرین به بوی می و انبر نکنیم، با چند روایات و اصول کافی این مغز خر خیش خرتر نکنیم، گویند حسینی شده کافر
به خدا. هر مهرج بیدین مزتر نکنیم. امروز صبح این غزل رو گفتیم خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند، تقدیم شما از برنامه امشو. یه برنامه با هم نگاه میکنیم. که من میگم اینجا جن داره، هیچکی باور نمیکنه. من هر چی راجع به جن میگم هیچکی قبول نداره. واقعا هست. بینندگان عزیز، من چون ماه مبارک رمضانه، من یاد یه خاطره افتادم، گفتم خدمت شما هم بگم. این مادر بزرگ ما همیشه روزه میگرفت و خیلی هم بامزه روزه میگرفت. یعنی صبح که بلند میشدیم سحری همه میخوردیم، چون ما همیشه سحری میخوردیم، ما که نمیگرفتیم ولی اون میگرفت دیگه. بعد صبحونه که میشد ما بعد میرفتیم مدرسه دیگه، ما هم صبحونه میخوردیم. وقتی داشتیم صبحونه میخوردیم، این مادر بزرگ ما میومد میشست قشنگ دو تا دیوان چای شیرین و 5-6 تا از این لقمه های خوب میزد و کره پنیر میخورد و وسطش میگفت ای با خدا مرگم بده، من روزه بودم که نمی گفتیم مادر اشکال نداره، مادر بزرگ اشکال نداره، روزه بودی یادت رفته، خدا قبول. خلاصه زور از مدرسه میومدیم ناهار میذاشیم آقا یه بشقاب تچین میخورد با ما هم دیگه میخورد با ما دیگه. بعد یهو میگفت وسطای تچین، میگفت ای خدا مرگم بده، من روزه بودم. گفتیم مادر بزرگ اشکال نداره، خدا قبول میکنه، مهم روزه بودی یاد دفته دیگه، یاد دفته اشکال نداره. میگفت آره آره آره. بعد از اون بعد از اون که میشه نون و پنیر و خیار و اینا میآوردیم دیگه، بعد از اون خانواده میخوریم با چای، اینم میشه 4-5 تا از این لقمه های نون و پنیر و خیار و اینا میخورد و وسطش میگفت ای وای خدا مرگم بده، من روزه بودم. میگفتیم مادر اشکال نداره، یادت رفت. مغرب که میشد افطاری میدادن، مادر بزرگ میگفت قدرتی خدا رو میبینی، اصلا گشنم نشده. قدرتی خدا چیه؟ مادر بزرگ از صبح گاله داری میخوری بدن چه؟ شب بخیر ایران. با درود فراوان به بی خدایان گرامی، دینداران عزیز و اون لیگات های بزرگوار. شتاب جاذبه زمینم میگیم خدا، خیلی هم نزدیکه. خدا رو نمیشه دید، شتاب جاذبه هم نمیشه دید. خدا از رگ گردن به انسان نزدیک داره، شتاب جاذبه هم نزدیک داره. یعنی رحمانیت خدای بزرگواری به نام شتاب جاذبه بر همه یکسان. ما خودمون وسط شتاب جاذبه ایم نمیفهمیم. اندیشه رو بکشیم، هر کس خلاف یک جامعه حرف بزنه میشه حالا ببین یه آدم پیدا میشه مثل حلاج میگه خدا هر کی در کره زمین است توش شتاب جاذبه است. شب بخیر ایران. شتاب جاذبه به گرگ ها هم محبت میکنه. عارف یعنی این که میفهمه، خلاف جامعه حرکت میکنه و تصمیم گیری میکنه. ذات رو به کسی نشون میدن که فرار میکنه، ذات رو به کسی نشون میدن که همه رو از خودش بالاتر ببینه. ما هنوز هیچی از هم نمیدونیم. فوسر هم میگه خوش خارمادر میگه چشمها را باید شد، جور دیگر باید دید. نیچه هم همینه میگه، میگه آقا خودت رو نگاه کن. بزرگترین ایرادی که در جهان الان هست اونی که نمیدونیم همه دارن درست میکنن. شب بخیر ایران. بیا تو بینم صاف بایسا. باش. ببین عزیزم یک سوال دیگه واقعا ساده است و اگر جواب ندی همچین با مش میذارم پای چشت که 10 دور دور خودت بچرخی. باشه. خیلی ساده است. بین. از سخنان گوهربار دکتر پرزیدنت مهندس محمود احمدی نژاد. این جمله‌ای بودی که وقتی ایشون گفت خارجی ها نتونستن ترجمه کنن. اصلا هر چی ایشون گفت خارجی ها نمیتونن. اینم راهنماییت کردم دیگه، واقعا باید بتونی بگی. ایشون همش چرت و پرت گفته که من چیزی ترجمه نمی‌کنم. بگو ببینم. اولش میگم بگو. بله. اون اونجا که یکی پشت دیوارکی سایه‌شو من بزنم تو دهنت، برای من گوگوش میخونی؟ آخه من بگم چیکارت باید بکنم؟ چرا دقت نمیکنی عزیزم؟ ببخشید چرا دقت نمیکنی عزیز من؟ گوگوش انقدر نرو سراغ این کارهای خارجه بد، برو توی ادبیات و ضرب المثل یاد بگیر از مسئولین. باشه چش، ببخشید دقت کن بهت میگم. بله. بفهمی. اونی که میخواستی تو مبارکم شو. گوش نخون. تو نمیفهمی در اسلام صدای زن حرامه؟ بله، ولی زمان پیغمبر میخوندن زن آزاد بود. آخه ابله جان چرا دقت نمیکنی؟ اون موقعی که در عربستان صدای زن حرام نبوده به خاطر اینکه پیغمبر کافر بوده. بعد از اینکه جبرئیل نازل شد پیغمبر دیگه حرام کرد.
چرا دقت همین پیغمبر رو ما الان قبولش نداریم عزیزم؟ بله ببخشید میدونم شما الان بود تربیتش میکردیم طوری که متوجه شه که پیغمبر بهتری بشه. کسافت ها، حالا شانس آورده ایشون قصر در رفته. ما ایشون رو قبول نداریم. به کی قبول داری؟ دقت کن عزیزم، در این عمال مرجان بود من خوندم حرف میزن. اون چی چیه که لولو برد؟ نفت و گازی که لولو برد همین حماس. آخه من بزنم تو چشت خودش. آخه پول نفت و گاز و یعنی منظورت اینه که کی برده؟ حماس. حماس برده؟ بله. بدم با تیر بکنم تو کلت متوجهی؟ ابله. توهین به حماس یعنی توهین به خدا. ابله. توهین به حماس یعنی توهین به خدا و رسول. دوباره این آمریکایی‌ها حرف کردن تو گوشتو. من حواسم نمی کنی. ببخشید من مال مارم بدین حماس بخوره. گریه نکن. ببخشید مال مارم بدین بخوره. بله که این کارو میکنیم. مال من و شما نداره. بله. حماس مال همه رو باید بخوره. بله. حقش عزیزم داره بدبخت مبارزه میکنه. بخوری. مال شما رو هم بدین بخوره. باشه. دقت کن. چشم. اون هزینه داره بدبخت. بله باید حمله کنی بخوشی مال. اون چی چیه؟ سه تا نقطه لولو خورد. من این حرف بد نمیزنم، خودی کسافتت بگو. مردم نشسته بچه کوچولو. چرا این حرف رو میزنی؟ تو فقط میخوای به من بگی که احمدی نژاد مثلا چیزه بی ادبه که تو اینجوری بگی؟ بخیر این حرف بدیه. وقتی یک پرزیدنت میتونه حرفشو بزنه یعنی تو هم رو آنتن تلویزیون میتونه بگی؟ چرا خجالت میکشی؟ بگو ببینم. حرف خیلی بدیه آقا، من نمیگم آقا، خودت بگو. من میگم دیدی بری خورد. ببین عزیزم بیاری. من به انگلیسیشم میگم. به انگلیسیشو بگو اول. خیلی ساده است. به انگلیسی میشه. اون ممه رو لولو خورد. قیافت چرا اینجوری میکنی؟ آخه تو من بزنم پای چشت. اون ذات کثافت از چشات زده بیرون. معلومه که داری منفی فکر میکنی. من نه واقعا عزیز من چرا دقت نمی کنی؟ فدای توشم من. این دیگه اخه مشکلی نداره که. بر چشم. اینو به انگلیسی بگو. باش به انگلیسیش میشه That booms eating Lulu. خاک بسرید با اون انگلیسی. برو گم شدید. خاک بسرید. برو بیرون. ابتدا شما را نادیده میگیرند، بعد به شما میخندند، سپس با شما مبارزه میکنند و در آخر شما پیروز میشوید. پایدار و محکم باش حسین. مهاتما گاندی. تا هفته دیگر از ساعت 12 شب به افق تهران. امشور. شب بخیر ایران. شما نگاه کن کار ما به کجا رسیده که بچه 18 ساله جغله بلند میشه میده یک آدم 45 ساله رو میکنه تو ماشین. آیا این تفسیر تو از دین تو نیست؟ خدای من و خدای تو با هم متفاوته. حلاج رو به خاطر خدای حلاج کشتن، چون ملت اون موقع شعور خدای حلاج رو نداشتن. از اول انسان آفریده شده تا 10,000 سال دیگه هر چی دورت میبینی از اینجا آمده بیرون. خدای من کار تروریستی نمی کنه. خدای حسینی خدای عشقه. خیلی خدای من تو با هم فرق می کنه. 100 سال دیگه نسل جدیدی اومده بیرون. اونی که اعتقاد به خدا هم نداره، اون به اخلاق اعتقاد داره. خدا اینقدر بسته است که اگه نیچه حرف بزنه فرار میکنی. مسلمونی وقتی یه پلگیر کشیش میاد میگه که پسرم بیا مسیح اینه، میزنه تو دهن کشیشه. کار به جایی میرسه که مقنعه گذاشی سایفون خیلی میفهمی. همه بسیجیان بد نیستن. ما بسیجی‌هایی رو باشون مشکل داریم که مردم میزنن. متعصبین این بی خدایی هم خطرناکن. نکته عمیقش اینجاست. خدا تو عوض کن. من متاسفم برای خدای تو. من به خدای تو ایمان نخواهم آورد.
شب بخیر ایران. یک ترسو و بزدل با زیر سوال بردن شجاعت آدم‌های شجاع خود را توجیه می‌کند. تا برنامه دیگه سر ساعت 12 شب موفق تهران ام شو ساعت 7 شب برنامه شب بخیر ایران فراموش نشه. متشکرم که برنامه نگاه کردید. Welcome to On Board. On Board. Bir, iki. Buş, eç. Ti. Bolan begu. Uç yani ise bir, iki, uç, dört. Bir, iki, iç, dört. İç ne bu? Uç. Bir, bir, iki, üç, dört. On dört. بود قدرت و افزون از ملابه تو قدر خود نمیدونی چه خواست اگه شیر پلنگی ایدل 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 به ما دایم بجنگی ایدل 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 اگه شیر و پلنگی ایدل 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 به ما دایم بجنگی ایدل 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 اکن کاری که بر پاسنگت خواهیم جهان با این فراخی تنگت خواهیم چو فردا نام خان و نام خانم تو رو از نام خاندن ننگت آیون رسان کما بیش به دیدم حال زهرت من دو در بیش نه در بیشی در آنجا بی کفن و نه دولت من برد از یک کفن بیش مگه شیر پلنگ ایدل 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 به مدایم بجنگ ایدل 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 مگه شیر پلنگ ایدل ایدل دائم به جنگ ایده لیده ایده لیده از اون روزی که ما را فرید به غیر منسیان چیزی ندید خداوندا به حق هشت و چهارم ز ما بگذشت و تردیدی ندید